خب سلام، بیاید یه تمرین تافل بکنیم. من سعی میکنم دیگه زیاد روی این افعال با قاعده بی قاعده کار بکنم، برای سطح متوسط کسایی که یه ذره انگلیسی رو بلدن ولی میخوایم افعال زیادی رو یاد بگیریم، مثالهای زیاد بزنیم. ولی گاهگداری اینجوری روبرو در خدمتون هستم و یکی دو تا تمرین تافل میکنیم. ببینید، جمله The last weeks before Christmas are usually hectic as people rush to get last minute gifts. و یه دفعه دیگه میگم، ببینید، The last week before Christmas are usually hectic as people rush to get last minute gifts. خب میخواد ببینه که این هکتیک معنیش چیه. هکتیک رو بذارید براتون اسپل بکنم، HECTIC، هکتیک. میگه هپی، خوشحال، بی very expensive، خیلی گرون، سی exciting، خیلی جالب، جالب توجه، خیلی آدمو باحال میاره، D very busy، خیلی شلوغ. فکر میکنید کدومشونه؟ خب The last weeks before Christmas are usually hectic as people rush to get last minute gifts. As people rush to get last minute gifts، به خاطر اینکه برای اینکه مردم دیگه آخر نزدیک شده کریسمس، که میرن دیگه آخرین هدیه و کادوهاشون رو بگیرن سریع. Rush to get last minute gifts. Last minute gifts یعنی دیگه اون هدیه هایی که میخوان دیگه در لحظه آخر بگیرن و کارو تموم بکنن. من مثلا کتاب فروشی کار میکردم، تازگی ها بهتر بود چون مردم میمدن این گیفت کارد ها میگرفتن، ولی برای چندین و چند سال همین که نزدیک کریسمس میشد مردم میومدن، هم خیلی عجله داشتن، هم شلوغ بود، هم بعضی وقتا نمیدونستن اصلا چی میخوان. اینو میگن هکتیک، یعنی نه تنها شلوغ ولی زیادی شلوغ و قاطی و در هم بر هم. پس توی این سه چهار تایی که بهمون گفته، very busy هم معنیشه، very busy، خیلی شلوغ. hectic میشه very busy، ولی یه چیزی که یه ذره در هم بر هم و شلوغه. خب